این واقعیت داره که شما دست شاه رو نبوسید. نه آره، من در واقع اونجا اینطوری بود که به هر حال آدم اعتقاد، من خودم شاید اینجوری فکر میکردم که احساسم این بود که خب سرمنشأ ظلم این آدمه، با همون تفکرات اون موقعی که داشتیم. بعد از بازی های در واقع جام ملت های آسیا بود در واقع که ما شرکت کردیم، یعنی تو مسابقات جام ملت ها، و بردن تو دفتر مخصوص شاه، رئیس دفتر شام، رئیس دفتر مخصوص شاه بود، اومد اونجا مطرح کرد که خب دارین میرین حتما دست اعلیحضرت رو باید ببوسین، اینجوریه رسم فلان. اونجا دو نفر، حالا اتفاق هرچی، من اصلا واقعیت اینه که هیچ تصمیم گیری قاطع نبود، یعنی فکر کنم که حتما ماچ بکنم یا نکنم، چون بلا فاصله وقتی شاه می اومد، فرح هم می اومد، فرح شروع کرد سریع صحبت کردن راجع به این همون گل دوم اسرائیل، و خب با اون شد و بعد شام رسید و اونم صحبت کوتاهی کرد و به هر حال رد شدن. که من یادم وقتی رئیس دفتر خواست گفت شوتو، و با یکی از بازیکنایی که اونم آخر صف بود، کاظم رحیمی، که بعد تو تیم شاهین بازی می‌کرد، گفت شما دوتا ماش نکردین، چیزی اتفاق افتاد. که من اشاره کردم که والا من شاید هول شدم، نمیدونم، یا یادم نمیاد اصلا، چون من تحت تاثیرم، یعنی خواستم واقعیت رو بگم، هیچ چیز آگاهانه نبود.